98مین سال روز استرداد استقلال افغانستان برای همه هموطنان عزیز ما مبارک باشه و فردا هست، اما ما امشب یک روز قبل تجلیل کردیم در برنامه خواب گفتگو. بر شما مبارک باشه، نام خدا با این رنگای زیبا شما هم مبارک دیگه بیسا مقبول معلوم میشین و متفاوت و همینطور روشن. سلام مشکل دیگه دیگه وقت روشن معلوم نمیشیم. من یک روز استقلال گرفتیم، روز بعدش نبود دیگه. البته چطور مبارک باش بکل دوستان. برنامه او ویژه هست و همینطور ویژه باقی خواهد ماند. همینطور است، خب میشینیم تا گپا شروع میشم. فشنگ خدا میخوایم در بتون میخوایی که یک تجدید داشته باشی؟ بله، یک تجدید داشته باشم. میشه که در خانه و در جایا از این استفاده نمیشه که استفاده کن؟ داری قالین نپرتیم کمک از چشم دور بگی. ولی یک کار بچه که اونم مالون میشه در نظر ما، اما خوب از آتش بازی خواهد است. آفرین به توک توک بود. خب بیشین خیره، ما گپ خودم میزنیم. خب شروع کنیم شما گپ هایتون. شما گپ هایتون شروع کنیم. خطر کالی سیخا تا 15 قوز خلاص نمیشه. 15 قوز. خب همتون خوش آمدین. خوش باشید. ما متأخر هستیم که کلگ دوستا درباره استقلال افغانستان بعضی چیزایی به گفتن دارن و فراموش نکنین که مهمان این هفته ما رمضان بشردوست، نماینده مردم در پارلمان افغانستان، مهمان ما هستن که انشالله خات آمدن در بخش مهمان و یک بار دیگه هم آمده بودن. منتها بسیار دوستا علاقه مند بودن که بشردوست بازم بیاین و بعضی قصه ها و تازه ها را با ما شریک کنن. بله. و همچنان در رابطه با استقلال هم صحبت داشته باشیم. خب خودت خوش آمدی. زنده باشید. و کرتی را که پوشیدی چی رقم از سیستم ازی و چطور که زیاد خانگک ها داره و بلی. مثلا زرک و یک تشریح باید کنیش؟ یک تشریح میکنمش. این واسکت که هست رنگ ملیت هست و بالاخره کلش یک جای شده، یک بیرق شده. خب که بیرق افغانستان است و این یکی از طرحهای خودم است. ای خودت دیزاین کردیش؟ خودم دیزاین کردیم. دیگه خدا کنم مورد پسند پس تابا دیگه خمیش ندیدیم. دیگه در زندگی تو نمیبینی. خیال مقصد خیال بلدوزه که جور کنم میبینه که دیزاین از خودش هست. یا خب بسیار خوش آمدی. زنده باشیم. تشکر. محمدی صاحب یک بلوز پوشیده، البته پیشی صاحب ماشم بینگ محمدی. اینجا خیر باز خیری در من دادن دوستا خیر کتابیش مفته به هر صورت. جشن استقلال افغانستان در سال 1949 را میخواییم برای دوستا معرفی کنم. میریم روی تصویر. یعنی در سال 1949 چگونه چی شده بود؟ چگونه تجلیل کرده بودن؟ برای این مراسم بعد از سه دهه جنگ افغان و انگلیس، یعنی جنگ اول، دوم و سوم بود که در سال 1919 هجری قمری در وسط شاه امان الله خان این مراسم تجلیل شد. چقدر باشکوه بود؟ این دروازه هم بخیر از گل جور شده. 28-612-98 هجری شمسی که مطابق میشه با 19 اگست سال 1919 هجری قمری، روز آزادی استقلال افغانستان. بشر. و یا مردم عزیز افغانستان که بعد از جنگ سه ده جنگ افغان و انگلیس تجلیل کردن. با شکوه بوده و با شکوه‌تر تجلیل شده مقابل مسجد ایدگاه. بله بله. یا مردم ملکیس بیشتر که تیشدن اونا نظامی بودن و تمام مردم تجلیل میکنه. نه مطلب ما این فکر گیم اینا نظام نیست. شور و هیجان سمی میبینه که مردم بله. چقدر بیروبار است و از امنیت و یا هیچ کدام موضوعی نبوده در بله. جشنانه
حالا که مثلا یک دو نفر یک جای شوه کلگی میراث خوشحالم که اتفاق بده نشه. خب هر صورت انشالله که امی که ما خوش باشیم، آرام باشیم، صلح باشه، امی همه چیز است و بله با آرزوی از امی هستیم که یکانه دوای بسیار بزرگه که برای از این ملت و مردم ما و افغانستان ما نیاز است، صلح هست که نمی بیایه و کل مشکلات ما حل میشه. کاملا بله. خب شما خوش آمدین تیرینا جان. تشکر افتی جان، خوش باشی. خب دوستان برنامه سلام خدمت شما هم، با امید از که همتون جور صحتمند و سرحال باشین و همچنان جشن استقلال و روز استقلال به هر یکتون تبریک تهنیه درس میکرم و قسم که حفیظ جان گفت ما با امید ازی هستیم که صلح باشه، امنیت باشه و دوستا بتانن به مو شان شوکتش تجلیل کنن و روزای خوب رم داشته باشن. خب حفیظ جان به خاطر موضوع امروز و به خاطر ازی که جشن استقلال هست، من خواستم در این هفته پیامای دوستا را داشته باشم که تا چی اندازه دوستا پیام میگذارن به ما و چی میگن در رابطه با جشن استقلال. بریم پیام ها رو ببینیم، پیام های تبریکی هست. دوستا چی میگن؟ بله میبینیم ایسان بیرق پر افتخار افغانستان، بزرگترین بیرق از دیگه در سطح کشور. بله جشن استقلال افغانستان برای تمام همشهریان عزیزم تبریک میگم و از خواستم از تمام همشهریان ممیز که از سرصداهای به جای، فیرهای به جای دست بکشن تا ذهن مردم مخشوش نسازن. از طرف خود جشن آزادی استقلال از همین قلب دارم همشهریان محترم تبریک میگم. من هم نیست یک شهروند از این کشور جشن استقلال آزادی افغانستان و تمام ملت افغانستان چی در داخل چی در خارج هستن تبریک و تهنیت عرض میکنم. جشن استقلال افغانستان را برای تمام مردم غیر افغانستان تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. به بلخ برای تمام جوانان باید در این جشن تمام جوانان سهم بگیرد. در افغانستان و هر ملت ته آزادی روز مبارکی وایم. هله او خوشحالی شوم چې په ټول افغانستان کې د ټول ځوانان د آزادی روز په خوشحالی سره ول منځي. جشن استقلال را برای همه جوانان تبریک می‌گویم. دینار ما زمین ما هموطنان عزیز ما که پیام گذاشته بودن و باز هم به شمایی که در هر گوشه و کنار هستین تبریک تهنیه درس میکنم. زنده باشین، دخل و آکه و رازم مبارک شد. وزول بیا حال بیایم که سمیم چی میگه و چطور است. زنده باشین شما، سلامت، تشکر، سپاس فراوان از شما عزیزا که همیشه حمایت کردین و برنامه های ما رو تماشا کردین و این بار بازم قاب گفتگو و متفاوت تر از همیشه. جشن استرداد استقلال کشور تبریک و تهنیت باشه و با امید از این روزی که ما واقعا آزادی را، آزادی واقعی را لمس کنیم و احساس امنیت داشته باشیم در کابل و در سراسر ولایت افغانستان و در گوشه گوشه از افغانستان امنیت باشه. ستون‌های سنگی موسوم به فیلپایه‌ها که شما آشناستین به نامشان و در پغمان است، در باغی که امان الله خان در اونجا زندگی می‌کردند، این ستون‌ها را میریم می‌بینیم. تصویرش فکر میکنم در پیس‌های سابق افغانستان هم چاپ شده بود. این ستون ستون‌های سنگی موسوم به فیلپایه‌ها در باغ عمومی در پغمان که حکایت از عظمت یک دوره با افتخار تاریخ افغانستان را داره، از یک سو به انسان غرور ملی میبخشه. اینجا بیان می دادن در بالا این ستون‌ها و از سوی دیگر دیدن حالت شکسته و ورشکسته شدن این ستون‌ها آدم کم جگرخون می‌سازه که چرا که با چیزهای قدیمی و مثلا با آثار قدیمی توجه صورت نمیگیره. بله. امیدوار هستیم که به زودترین فرصت ای جور شوه ستونا و دوباره به معالت اولیش ساخته شوه. و این در پولام چاپ شده؟ یعنی بله. چیز بسیار تاریخ. بله. در پولای افغانستان چاپ شده در سابقه. بسیار خوب، بسیار عالی. روشن جان خودت خوب هستی؟ من خب اول مبارک میگم روز استقلال کشور. استقلال یک کشور تنها به مدد یک جشن نیست که ما جشن برپا کنیم. اصلا معنی از این داره که یک ملت از قید آزاد شده باشن و آزاد شدن یک ملت از قید جشن میخواه. ای بر از این جشن مردم ما را میخواهیم در ارتباط با اونا گپ بزنیم که اونا یک آمادگی گرفتن. میریم میبینیم که مردم عزیز چی آمادگی گرفتن. به خاطر شهرم تغییر کرده رنگ و رخ شهر. این آمادگی هایی است که مردم گرفته میرن به خاطر روز استقلال. دیگه سلفی ها است. این نفر چهرش آشنا است. اینا طفلا و کودکان هم خدا بیرقا دیگه سر زیاد میشه تعدادش. و بخیر اینا کلگی آماده هستن که بخیر روز استقلال ها 28 اسد تجلیل کنن.
موتورهای خودم رنگ میکنن. اینا کلش دیگه آماده فایر گفتی کدام دا. ما خواه یک جشن داشتیم یک وقت خوب برش ریژه میرفتن و گپا او را خوب با یک فایر خراب کردن. یک فایر شد همون بهانه شد که ما دیگه تجلیل نکنیم. اما حالا هم بعض دستار کار میکنه که میگن این را تجلیل نکنین یعنی. در حالی که هم کسایی که ما ازش استقلال گرفتیم شاید هم اونا چیز کنن. چلک اندازی کنن که نکنن. چرا که اونا حال پس آمدن با یک چهره دیگه. اما باید قبول کنن که ما استقلال خود گرفتیم. مستقل هستیم و بعد از این ما جشن خود اگر بخواییم برپا میکنیم. بسیار تشکر و در سراسر افغانستان هم این موضوع اتفاق خواهد افتاد و آمادگی های ویژه گرفته شده در کابل هم کل سرکاو یا با بیرقات تزین شده انشاءالله که بدون کلام جنجال بخیر تبدیل کنیم و فردا دیگه بخیر دوستا ببرایند روی سرکاو و خوشحالی میکنن و یکان جشنای خوشی و رقص و دول از یک حال هست که با سعی کنیم بخیر بخیر یکان گوشه و کنار کنسرت هم هست کنسرت هم هست کنسرت یا نیست آفرین ایره به یک شکل بود که کدام گپ شد تو مسئول نبودی مقصد من نظر ندارم تشکر از همه دوستایی که ما رو راه هستن و از تمام افغانای عزیزه که ما رو میبینن مهمان ما رسیدن و جناب دکتر صاحب رمضان بشر دوست میاین و صحبت های بیشتر را خواد داشتیم دیگه آل یک وقفه هست بله دوستان بیم فرق لاستاسی قاب گفتگو گوری او زمون زنگری خپنانه گوری مهمان ما طور که با شما دوستا گفتم دکتر صاحب رمضان بشر دوست هستن که لطف کردن و صمیمیت همیشه نشان دادن آمدن به برنامه ما بسیار خوش آمدین دکتر صاحب سلام بر شما و بسیار خوش آمدین به این برنامه ویژه قاب گفتگو به نام حق و بیان شهدا افتخار شما بخشیدین سلام به شما و دوستانی که پشت پرده هستن که دیدن میشن و به تمام متنان ما چی در داخل و چی در خارج که ما را میبینن اصلا افتخار به ماست که با شما هستیم زنده باشین روز استقلال هم بر شما مبارک باشه دکتر صاحب و به خاطر به مناسبت برنامه ویژه شدن و دوستان بسیار پیام‌ها را فرستادن افغانای ما از چهارگرد و بغل دنیا و خود افغانستان گفتیم باش صحبت های مفصل با شما داشته باشیم چطور میگذره زندگی بشر دوست صاحب و یکی از رازهایی که با شما بر ما در این برنامه بگوین کمی کتابایی که شما همیشه که تان انتقال میتین یکی از سوالات هست که همیشه به ذهن دوست هاست که آیا در این چیزهای بسیار محرم است یا چیزهایی هست که یعنی شما سرکس اعتبار ندارین که کدام جای بانیم اسنادای همیشه برنامه هست اسناداست از جای داداست از کجا اول خو یک کتابچه من است در اینجا نوشته به نام خدا و باید شهدا ملی احساس ملی آرمان ملی گتی بسیار عالی کسایی که مشکل دارن همون ملیز دیگه با عرض سلام و احترام امیدوارم که در حل مشکل مطابق قانون و عدالت با خط سرخ همکاری وطن دوستانه نمایید بعد دل به دست آور که جکبر است آدرس من و موبایل من و همچنین این بر بعض همکاری این هموطنهای ما که مشکل دارن به من مراجعه میکنه که کار داریم مشکل قانونی ما حل نمیشود بسیار خوب بعد منم این پرزه را که میدم تقریبا 90% این پرزه موثر است بدون شک و دیگر بله. یک نقطه اسناد مثلا درباره چی گفتین استقلال افغانستان صحبت های که امان الله خان کرده بود و دیگه اسناد فساد اسناد های رسمی فساد هم است این خوب فقط یک مشت نمونه خر نه همیشه میوردم شاید اینجا جایی نمیشه مشت نمونه خروار است چطور مگذره زندگی بشر دوست و آل مصروفیت ها چی است آیا خانه هستین بسیاری وقت دفتر هستین کجا هستین زندگی یک وکیل اگر راستش پرسان کنین بسیار خوب میگذره به خاطر که من بارها میگم که یک وکیل روزی 6500 معاش داره بله و تقریبا در جلسات رسمی 150 هر روز غیر حاضر است یعنی حتی 2 ساعت یا 3 ساعت نمیاد من بارها گفتیم که اولین پارلمان دنیا در تاریخ پارلمان افغانستان است که نصف روز کار میکند یعنی زندگی وکیل بسیار خوب است هرچند ما سعی کردیم یک خانه گلی داریم در یک پس کوچه غیر پلانی هیچ وقت دو نوع غذا نداریم اونم لوبیا یک چاست یک روز عده است و یک روز نمیدونم شوروا و هیچ وقت زمین غصب نکردیم تکه داری نکردیم رای مردم نفروختیم بین
اتباعی افغانستان بین انسان ها نه تنها اتباعی افغانستان تفاوت قائل نیست. دقیقاً و همه قسمی که شما یک کاراکتر دارین در داخل خود مجلس هم که همیشه رک راست صحبت کردین و چندین بار مخالفت صورت گرفته شما برآمدین آمدین با این بیخی عادت کردین دیگه. اگر این کار نشه بعض وقت من تعجب میکنم به خاطر است که متاسفانه حرفایی که من میگویم حرفایی است که حقیقت است. یک وزیر میاد مثلا وزیر ستامه یا وزیر نمیدونم دفاع 90% گل گلزار است افغانستان، همه چیز خوب است، با رشوت مبارزه میکنه، شفاخانه دوا داره، دکتر داره و امثال هم، یا ماشون خوب است. وقتی من بالا میشم میگویم وزیر صاحب دروغ هستی، حرفی که میزنی دروغ است. اگر باور نداری که دروغ میگویی دروغ نیست، بیا بریم در اولین شفاخانه که نزدیک پارلمان است. بینون میسون بله. در اینجا وکلا صدا میکنه که بشردو صاحب شما توهین میکنین، تحقیر میکنین، مایک قطع کن و نمیدونم به امنیت صدا کن، یا مثلا راپورایی که داده میشه و یا پیشنهاداتی که ما میکنیم. بشردو صاحب گپا حق میذاره مایک شنا قطع کنه. خوب است که مایک نیست اینجا، اگر به طول قطع شد مایک پیشنهاد از اما قطع نمیکنه. خب بیان که زیادتر در رابطه با زندگی شخصی دکتر صاحب صحبت کنیم، اگر سیاست صحبت کنیم بسیار موضوعات است و دلای ما درد میکنه که صحبت کرده داریم. افتخار دوستا هستن و زندگی شخصی را ما از سر عروسی و از دیگه پاش رو میکنم. خبر شدیم که بشردو صاحب عروسی کرده بود. من این سوال اگرچه خبر شدیم یا ای خب بسیار گپ صحبه بود دومین عروسی شد نه خیلی نمی یک عروسی کردم اونتا بسیار خلاص عروسی کردم مورد دیست خوارا بدین اینجا نه خیلی عروسی خلاص کردم میشه درباره از اونو بگوین بسیار عروسی خلاص کم مصرف من تلاش کردم که در عمل ایران نشان بدم که عروسی یک وکیل نیست، عروسی یک انسان عادی و که عقیده داره به اسلام در عمل نه در شعار. برای من پدرم یک لیست بسیار طویل آورد که خلاف میدن نه لیستی من که خواندم بعد لیست مهمان ها به عنوان مثال کرده. من گفتم که از مهمان ها شما باشین و حتی برادر من گفتم لازم نیست باشه، برادر واقعی من. بعدم گفت که چرا؟ گفتم من گفتم به خاطر که برادر خونی من است، دوستش دارم نه. اما برادرای عقیدتی و فکری و هموطنای ما هست که اونا رو دوست دارم. فردا از من گله میکنن که بشردو صاحب در روسی چرا ما رو دعوت نکردی؟ من میتونم بگویم که به خاطر که چی نشود برادر خودم من دعوت نکردم. بعد پدرم قهر کرد، گفت که من در روسی شرکت نمیکنم. یک ماه تقریبا قرار بود، من گفتم اگر شرکت نکنی یک مصرف کمتر میشه. خود شرکت کرد و این عروسی عروسی اسلامی است، عروسی محمدی است. دکتر صاحب از همسرتان بگوین چقدر اونا با شما هم نظر هستن، چقدر تشویق اونا میکنن این نظریات که شما دارین و این کاری که انجام میدین، انتقاد نمیکنن؟ از پدر خود دو زمان پدر و مادر خود من گفتم که صورت مهم نیست، سیرت داشته باشه. حتی من خوب یاد دارم گفتم که اگر معلول باشم هیچ مهم نیست، مثلا چشم نداشته باشه پایش قد باشه، متا سیرتش مهم است. و خدا دعای ما را قبول کرده. خانومی داریم که دوتا دختر سوسن جان نسترن جان که از هر نظر متا در زندگی همیشه فراز و نشیب است، مشکلات هست. اما اگر مایک شما گل نمیشه در خانه، مایک ما اگه گل شما از ترس چیز گفته نمیتونیم. دکتر صاحب چیزایی که گفتین که بعضی بیانیه شامان الله خانم به شما هسته، اگه یک چند سطرش شما بخونین که چی گفته بودن وا و فردا استقلال افغانستان است 98مین دیگه که خوب است که بشنویم. شامان الله خان در بیانیهش به مناسبت تجلیل از 9مین سالگرد آزادی افغانستان در مورد حفظ استقلال و نقش معارف گفته دو نقطه. استقلال خود را چطور باید محافظه کنیم؟ سوالی است که مولانا خان در سخنرانی خود میکنه در 9مین تجلیلش. بله. آیا با بیرق های رنگارنگ و تزینات این کار صورت میگیرد؟ جواب خود مولانا است نه. باید به قلوب اولاد های خود و نسل هایی که از آن پیدا میشوند حس وطن دوستی و فداکاری را تولید کنیم. و این جملهش بسیار جالب است. جمله دیگهش تعریف که از استقلال میکنه به نظر من بسیار جالب است در سخنرانی که میکنه در ایدگاه. خب من فقط هم جایش میخوانم که من خودم و مملکت خودم را از لحاظ داخلی و خارجی کاملا آزاد و مستقل اعلان کردم. بعد از این کشور ما مانند سایر دول و قدرت های جهان آزاد است و به هیچ نیروی
به اندازه یک سر موی اجازه داده نمی شود که در امور داخلی و خارجی افغانستان مداخله نماید و اگر کسی به چنین امر اقدام نماید گردنش رو با این شمشیر خواهم زد. اگر غازی امان الله خان حال زنده می بود خیلی نصف نفوس سر زده بود نظر ده و قولش شاید این تولید نمی شود. حالا من به یک دستم اگر امان الله خان می ماند با افکار و با افکارش شاید که این نخبه ما نخبه دیگه می بود، روشن فکر ما روشن فکر دیگه می بود، شاید ما حتی امروز با اروپا می تونیستیم رقابت کنیم. به خاطر اقوالیت خانوما رو نمیدیم. میدونم من ترساندیم. خب دکتر صاحب میخوام از این بدانم که به نظر شما، نظر شخصی شما، از روز استقلال به قسمی که تجلیل میشه آیا درست است؟ به این شکل باید تجلیل شود؟ آیا شوق و علاقه مردم تا چی اندازه است به این روز؟ فکر میکنم که فعلا تجلیلی وجود نداره. تا جایی که من میبینم تجلیلش خلاصه شده این که کسانی در ارگ جمع میشوند، یعنی شما در تصویر اگه امشب ببینیم دقیقا کسانی در ارگ جمع میشوند امروز پلاو چلاو میخورند که اینها استقلال افغانستان دفن کردند و اینها عقیده به استقلال افغانستان ندارند. اینها قبله سیاسیشان به نظر من یا پاریس است یا تهران است یا ریاض است یا اسلام آباد است یا واشنگتن است یا مسکو است یا دهلی است. شما اگر ببینید در صف اول کسانی نشسته که عامل تمام بدبختی افغانستان حداقل در طول 40 سال اینمی افراد است و امیدوار هستم که روزی افغانستان یک نسل پاک، متقی، متحد، متخصص در رأس قدرت قرار بگیرد که روز استقلال افغانستان همانطور که خود شاه امان الله خان میگوید با بیرق رنگارنگ و امثال کم که تسرگاه فعلا نصب میکند و او نفر شاروال بیچاره که نصب میکند. دیروز من باش صحبت میکردم و من میگم بشار دوست چاش نان نخوردم، آل اضافه کاری سر ما میکنه، ما 5000 ماشی ماست و اضافه کاری رو نمیده، در حالی که امروز شاید در ارگ به میلیون ها افغانی مصرف کنند به نام استقلال افغانستان توسط کسانی که قاتلین استقلال افغانستان هستند. متاسفانه بشار دوست کدام ولایت افغانستان رفتین؟ از 34 ولایت و چه قسم بوده برخورده در ولایت مختلف افغانستان؟ 28 ولایت افغانستان من در زمان کمپاین دیدم، 27 ولایت در زمان کمپاین شما کاندید بودیم کاندید ریاست جمهوری و 3-4 ولایت افغانستان در زمانی که من بسیار خرد بودم، متوسطه، مکتب متوسطه بودم، پدرم در این سالات کار میکرد، رفتیم دیدیم و دقیقا چون من در فاریاب درس خواندم زمانی که بسیار خرد بودم، در اروزگان رفتیم، در مقر بودیم، در لشکرگاه، به خاطر این است که اقوام افغانستان برخوردش با من در قلب من است. این وقت مثلا من در اروزگان خاطره انتخابات یادآوری میکنم، در اروزگان رفتیم در انتخابات، بعد والی مهمان کردم و چپ ولایت هوا گرم بود، نان که خوردیم والی پیشنهاد کرد که در بام ولایت چای بریم بگیریم. در بام ولایت که من بالا شدم یه اطراف ترین کوچه می دیدم، خیمه های کوچی هستن به اصطلاح الکینش یا چیزیش روشن بود. والی بالا شد به من دید که من نگاه می کنم بسیار دقیق، با من گفت که بشار دوست صاحب کدام ترسی نداشته باشین؟ من گفتم نه والی صاحب ترس ندارم. گفت چرا اینقدر دقیق میبینی؟ گفتم والی صاحب در غیجده هایی که میبینی، خیمه هایی که میبینی، در یک از خیمه ها مادر دومی من است. بسیار تعجب کرد، گفت مادر دومی؟ گفتم من وقتی که متوسط مکتب متوسط میخواندم یک شش ماه در روزگان زمستان زندگی کردیم، در تا نزدیک تانک تیر کوچه ها خیمه میزد، بچه ها و دخترهایش بازی میکردن، من خرد بودم، من میرفتم با اینا بازی میکردم. چاشت که میشد، ما چون مامور دولت بود پدر من، تانک تیل چاش شوروا داشت، اما من او شوروا از این شوروا و شیر ترجیح میدادم. چاشت با مو در خیمه شیر قوی بود، در خیمه او چطور نمیفهمیدیم، بسیار خرد بودیم، در نشسته بودیم، هم صمیمیت یا میرفتیم مادرش ما را همیت دایره ای میشون نان در سنگ داغ میکردن پخته میکرد و شیری بوز تازه میگرفت. خدا شاهد است همان اندازه نانه که به بچه و دختر خود میداد به من میداد. اینجاست که در مو زمان در قلب من کاشته شده که انسان و انسانیت مهمتر از همه است. دیگه یکی پشتون است، تاجیک، هزاره، ازبک، اینا اما تو قرآن شریف هم میگوید که شما را از یک آدم و هوا آفریدم و قبایل مختلف تقسیم کردم تا هم دیگر را بشناسید و خداوند میگوید که عزیزترین شما نزد من گران بهاترین شما به اصطلاح نزد من متقیترین شماست، با تقواترین شماست، کسایی که سری نفس خود تسلط داره. فعلا من به یقین هستم که ما چون ولایت ها را دیدم در زمان کمپین که من رفتم در ولایت ها، در کابل، جالب است که پیش از من رهبرای کاندیدای دیگه می رفتند در مکوچه،
در کوچه یکیش با من گفت بشردو صاحب این چی حال است؟ گفتم چرا چی شده؟ گفت ما پوستر رنگی خوده بسیار جالب دیزاین شده و کار شده برایشان میدیم اینا نمیگیره خودی دینه قدر سیاه و سفید بالای از اینا 20 افغانی میفروشی و اینا او رو واقعا با بسیار چی میگیره؟ گفتم بخاطری که این پوستر خودشان است و از قلبشان است. یک روز یک از افغانا به من انتقادم کرد به من گفت بشردو صاحب پوسترهای دیگران رنگارنگ است، خوب است، قشنگ است، فلان است، ما نمیگیریم. این قدر ویزیت کارده به ما 10 افغانی میفروشی، این خود ظلم است بالای ما. من گفتم که این 10 افغانی را گزیت نگیرم، مطمئن باش که 10 افغانی را از فرانسه باید بپالم، از ایران باید بگیرم، از آمریکا باید بگیرم، از نمیدونم از پاکستان باید بگیرم. میخوای که من مزدوری شما باشم، شما مردم افغانستان، یا مزدوری آمریکا و فرانسه و آلمان و تهران و بعد صد افغانی بودم. دکتر مشکل ترین ماموریت شما در سیاست چی بوده؟ برای راست آوردن وکلا. خدا کند که یک روز به نسل پاک، صادق، متخصص و متعهد چانس داده شود. امکاناتی که ما داریم شاید بتانیم که در 10 سال، 20 سال ایران و پاکستان و آسیای مرکزی بگذار بیتونیم با اروپا رقابت کنیم. بله. بیاین که بعض پرسش‌های بسیار کوتاه کنیم و باز چون وقت برنامه تمام میشه. دکتر صاحب گفتین که رفته بودین مثلا 28 ولایت افغانستان گشتین، غذاهایی که هست کدام غذا بسیار بدلتان میشینه و همیشه خوشتان میاد این ولایت ها مشترک؟ در مصاحبه شنیده بودن که غذایی که من زیاد خوش دارم کرایی است. کرایی من منظور یک 2-3 تا تخم مرغ است و یک 2-3 تا بانجان و یک کمی پیاز، دیگه این چیزا نیست. غذایی که زیادتر دوست دارم همین کرایی عادی. بله دکتر صاحب، یک سوال دیگه میشه بگوین که خب دوستای دیگه از ماش خود یعنی بیشتر مصارف خانه میکنن، موتر میگیرن، خانه میگیرن، شما بیشتر این ماشه که میگیرین، موزه که میداشته باشین، بیشتر مصرف چه کار میکنن؟ ما تقریبا شاید از 10,000 بالا مصرف نکنیم، زندگی بسیار ساده ما داریم، بیشتر پول خود کمک میکنیم و افغانان به ما کمک $100 $200 و در فیسبوک ما منتشر میشه، شفافیت دکن. و موتر که دکتر صاحب داره موتر بسیار ویژه هست که بسیار مقبول است و من فکر میکنم که از لند کروزر کردن مقبول است 100% و خارج چشم لند کروزر است به خاطر که بسیار کسا شکایت دارن به من میگن بشردو صاحب ما پشت سرت هستیم، میبینیم مردم عام وقتی موترت میبینه به سلام میده، اما ما را که میبینه روی خود دار میده. من گفتم روی خود دار میده میبینی او چیزی که زبانش میگه او را نمیشنوی او را اگر بشنوی. بنابراین من به یه حد هستم که نماینده مردم حداقل تلاش کنه مثل مردم باشه. یعنی یک روز از وکلا میگفت که چرا ماشین ما مثل وکلای ژاپن نیست؟ گفتم وکلای ژاپن هم بیکارترینش، فقیرترینش، یخچال داره، موتر داره، ماش داره، بله. همه چیز داره، اما ما من کسا را میبینم خدا شاهد است که پولی نسخه دوار نداره و تعداد وکلا اکثر اوقات متاسفانه حساب نصاب پوره نمیشود به خاطر اینکه وکلا نمیاد. بله. بعضی میاد نونیم امضا میکنه دونیم بیرون میشه یا ده بیرون میشه. بله. این وحشتناک است. به قول سیرجان متین می در چای خانه کنج معیشت میگیره. و از تفریح هم کوتاه صحبت کنین دکتر صاحب، تفریح میکنین نمیکنین و با مثلا دیدن فیلم و شنیدن موسیقی و علاقه دارین ندارین یا بسیار مصروف هستین؟ در بعضی فیلم هایی که بسیار جالب است، مثلا یک فیلمی در باره صدر اسلام ساخته شده به نام پیام که گفتن که دانشمندان اهل تشیع و تسنن این فیلم تایید کردن که این واقعا مستند است، واقعی است، جعلی نیست. این فیلم شاید من یک 10 بار دیده باشم. بسیار عالی. و این از 100 تا کتابی آموزنده تر است. یا مثلا فیلم گاندی، فیلم هایی که معمولا اجتماعی است یا بعضی فیلم هایی که مبارزه مثلا با فساد میکند، یک هنرمند هندی یک فیلمی ساختن بسیار جالب است. این را صدر اعظم میگفت نمیشه این کاراری که تو میگی، تو آرمان خواستی فلان هستی. بعد گفته بود میشه چرا نمیشه. بعد این صدر اعظم برای 24 ساعت قدرت صدر اعظم میگذاره، میگه بسیار جالب است و این واقعا در 24 ساعت بسیار کارا میتونم. اگر ارگ دست ما باشد 24 ساعت از موسیقی یا چیز میشنم؟ از موسیقی، بله، موسیقی احمد زاهی رو خوش دارم، خواندنایشی بسیار عجب صبر خدا دارد، میخانم مثلا مادرم. بعضی هموطنان ما بسیار دید منفی درباره موسیقی دارن و اونا همونطور که چیز است از موسیقی تا موسیقی است. حال هم به نظر من بعضی کسا موسیقی که میشنون، معذرت میخوام، شهوتشون تحریک میشود. نه، موسیقی است که مغز انسان تحریک میکنه، معناست،
شعر داره. بعضی چیزا رو من سیاسی میساز میخواندن نغمه کرده بودن ماتچل نرازی گفتم این سیاست مداران باید بگه که ماتچل نرازی که سنگ در ارگ واخ نمید. بسیار تشکر دکتر صاحب که آمدین. تشکر شما. باز هم استقلال مبارک باشه به شما. تشکر. دیگه بسیار خوش آمدین. خواهی موسیقی. از انشالله ای کاش زنده باشیم که هم دیگر را ببینیم و بگویم استقلالی واقعی که کشور ما در دست خود ما باشه. زنده باشیم. افتخار ماست. خوش آمدید. تشکر از دعوت شما. زنده باشیم. دوستان وقفه ما را بازان را باشیم. خوش آمدید دوستان دوباره و لیدا جان با ما هستن. سلام به خودت لیدا جان. سلام بر شما. استقلال هم پیش از پیش مبارک. علیکم سلام. سلامت باشی و ما هم استقلال به تمام هموطنان مبارک میگم. آرزو دارم که این روز را هم تجلیل بکنن. فردا بخیر دیگه اون کل دوستان ما گرفتن. بریم که چی هست در سینما. بله. از سینمای بالیوود شروع میکنم. یک فیلم به نام سمرن. نامده. بخوایم روی تصویر بریم. سمرن نام دختراست نه؟ بله. خب سمرن از جمله فیلم های جدید هندی هست که به تاریخ 15 سپتامبر به بازار خواهد آمد که این فیلم توسط حسل مهتا کارگردانی شده و در ایالات متحده آمریکا و در نقش های مرکزی فیلم کانگنا رانوات بازی کرده. بله. که داستان این فیلم توسط ابروا اسرانی ای نوشته شده و این فیلم داستان در مورد یک خانم هست که از گجرات است و به امریکا میآید و میخواهی که از استقلال و آزادی خود استفاده بکنه و به مرور زمان دچار جنایی ها میشه که در اثر آزادی های بیش از حد رخ میده و در کل یک داستان سرگرم کننده و جالب میباشد. خب بسیار فیلم خوب است و منتظرش میمانیم دیگه که بله. یک فیلم دیگه از سینمای هالیوود. هالیوود ببینیم یک فیلم است به نام الفا. الفا یعنی یک گرگ هست که نامش الفا هست. این فیلم که کارگردانی از زیر آلبرت هوکس کرده و در داستان از این روی یک دهکده ای است که اینجا هر کسی که به دنیا می آید یا هر طفلشان و شغل ازمیا شکار است که در ابتدا که به دنیا می آید کم بزرگ می شه و اونا را شکار یاد می ده و یک پسر به نام کودی یک پسر است که پدرش می خواهد که شکار یاد بده و به جنگل می بره و این کودی با گوهای وحشی می خواهد که یکی از گوها را شکار بکنه که یک گوهایی را به جنگل پرتاب می کنه و خود از این گوه می فته و فامیل از این فکر می کنه که فوت کرده. این داستان یعنی این روانمود می سازه دوستی بین انسان و یک گرگ هست که یک داستان است که 20 سال پیش این داستان واقعی بوده که را ساختن. بسیار خوب. فیلم‌های تخیلی است دیگه. خب یک تکنولوژی هست اون با دوستان می‌بینیم تصویرش روی تصویر می‌بینیم یک وسیله است که دستبند هست. البته با هر تلفن چیزای الکترونیکی میباشه با او وصل میشه و کدام اپلیکیشن نداره میتونیم که او را کنترل بکنیم و توسط رگ‌ها و مغز ای دستور داده میشه و ای دستبند میتونه که او رو کنترل بکنه. اگر ما بخوایم که در یک صنف اگر استاد باشه از این دستبند استفاده بکنه و لکچر بده بخواد که همون موضوعات را که بر شاگردای خود تدریس میکنه زوم کنه و اوت کنه به بسیار راحتی توسط اشاره دست میتونه که را کنترل بکنه. که ساخت کشور آمریکا هست که توسط یکی از شفاخانه ها ساخته شده. بشکی دیگه به خاطر سهولت است. بله ای البته 2 سال پیش به بازار آمده. جالب است سالانه فکس کنه کل کار را کرده. بله گیم همونه که دستت میزنیم ضرورت نیست که بله اگر موتر هم درایف بکنن میتونم تحصیل شده سیلی هم داره یعنی یکان شاگرده بزنیم به افغانستان به غیر از خانه مجبورم تو کنی از چای نک چای بفتاد از چیز نه از شما با خوابازو چی میکنن این خانم ها دست خود بکنن شوارای خواهی کتش کنترول میکنی ایسی بره ایسی بره اگر سال خانم چیزایی که الکترونیکی هست میتونیم که ایره دستبنده به او خاطر استفاده بکنیم و این هم بود این هم از این دستبنده ها بگیرین هر دویتان در خانه شد که دستان خالی تو کنیم کل خانه تو بود تکانده میشه پاک سر باشه سلامت باشین خیر بیدین خب وقفه از دیگه نه دوباره خوش آمدین و قیصری عزیزم رسید. حفیظ جان سلام. سلام به همکاران عزیز. روز استقلال که فردا هست مبارک. انشالله افغانستانی آباد و آرام داشته باشید. زنده باشین. و ورزش هم خو نماد از وحدت ملی و
از عشق به وطن و از احساسات دوست داشتنی وطنی است که همیشه جای خود داره. یعنی ورزش همیشه نقش خود داره. یک ملت و یک صدا. دقیقاً دقیقاً بازی میکنم. بریم به طرف خبرها. بله به اجازهتان خبرها رو شروع کنیم. اوسین بولت دونده و ورزشکار جامائیکایی بعد از افتخارات زیادی که در المپیک کسب کرد سرانجام در هفته که گذشت از دنیای ورزش خداحافظی کرد. اوسین بولت 30 ساله هست، در 3 دوره المپیک حفیظ جان اشتراک کرد، 8 مدال طلا گرفت. او سریع‌ترین آدم روی زمین هست. 100 متر در 9 ثانیه و 56 صدم ثانیه سپری کرد سال 2009، 200 متر هم در 19 ثانیه و 99 صدم ثانیه. البته در آخرین مسابقه‌ای که برگزار کرد در قهرمانی جهان در لندن نتونست جایگاهی را کسب کنه و بدون مدال ماند. دلیلش هم مصدومیت بود، اما به حال او 23 مدال المپیک و جهانی داره و یکی از ورزشکاران صاحب نام دنیای ورزش هست که به حال خداحافظی کرد. اوسین بولت، اوسین بولت جامائیکایی. بسیار خوب. سال 2016 3 مدال المپیک گرفت. پشت دست برش. و اگرچ قهرمان هم شد. 195 سانتی متر هم قامتش هست. و 31 آگست 5 روز بعد هم راستی 31 ساله میشه. منچستر خوش داره، با منچستر به میدان میره نه دو وقتا یک بازی برگزار میکنم. بله منچستر هم که شاید خوب شده. یکی از ورزش‌های بسیار فوق العاده است. یعنی ساده است، آسان است و در کنارش بسیار فایده هم داره. و یکی از دلایلی که دوش در طول این یک دهه گذشته دوباره مطرح شد همین اوسین بولت بود. خواه. تمام نگاه ها را به سمت خودش کشاند. بسیار زیاد دستور است. امشب خداحافظی است. کلیچکو اوکراینی هم از دنیای بوکس حرفه‌ای خداحافظی کرد. تصاویر رو ببینیم. بازیکن 41 ساله‌ای که و ورزشکار 41 ساله‌ای که در نهایت از دنیای بوکس حرفه‌ای خداحافظی کرد. او از سال 2004 تا 2015 در 22 مبارزه حرفه‌ای به صورت متوالی پیروز شده بود. از سال 2006 بلا تا سال 2015 صاحب عنوان قهرمان سنگین وزن جهان بود. بعد از 69 مبارزه حرفه‌ای و حال دستکش‌های خودش را آویزان کرد و مسابقه‌ای هم که مقابل جاشوا برگزار کرد مهمترین مسابقه بوکس حرفه‌ای سنگین وزن جهان بعد از جنگ جهانی دوم بود که در نهایت هم شکست خورد. کلیچکو در حضور 90,000 نفر در ویمبلی لندن. بسیار خوب. بریم با فاریاب قهرمان ششمین دوره رقابت‌های تکواندو جام شهید احمد شاه مسعود شد. تصاویر را ببینیم. این رقابت‌ها به میزبانی پنچیر برگزار شده. پنچیر خودش دوم شد، ننگرهار سوم شد و وحید از ولایت زیبای ننگرهار با داشتن 119 امتیاز بهترین مبارز مسابقات شد. 23 ولایت هم در این رقابت‌ها شرکت کرده بود. بسیار عالی. این رقابت ها بسیار خوب است به خاطر رشد و به خاطر از اینکه رقابت ها زیاد شد و اما قدر کلگی زامت میکشه در غیر از اینکه رقابت و فایت نباشه. بچه راهی که به حال استعداد دارن میتونن که شناخته بشن از طریق این طرف رقابت طرف سوپرکپ هم برگزار خب شده بود. بله خبر آخر هم سوپرکپ بود. صمیم طاقت نکرد و گرد خود زد. و روزه که ریال ببازه ای بیادر ما بیخی خوش خالی شیش ده. هیچ چیز نمیگه وقتی که من شرایط وطن در نظر میگیرم. حفیظ جان اگه اجازه باشه این خبر تو بگو. نه من هم بگو. بگو بس کف میشه. من هم میگم صرف همون را خودت بگو. امی که مخالفین سیاسیم خجل زده بر طرف نگاه میکنند بر من کافی. رئال مادرید قهرمان سوپرکپ اسپانیا شد بعد از قهرمانی در لالیگا، قهرمانی در لیگ قهرمانان و سوپرکپ اروپا. رئال مادرید مقابل بارسلونا در دوئل کلاسیکو و پیروزی رسید در مجموع البته و قهرمانی سوپرکپ اسپانیا را کسب کرد. تبریک باشه برای هواداران رئال مادرید. مبارک باشه. 3-1 شکست. بارسلونا هم که وضعیتش خوب نیست بعد از رفتن نیمار. باید ببینیم که بارسلونایی که تقریبا بحران زده هست در این فصل رقابت‌های فوتبال اسپانیا و اروپا چیکار خواهد کرد؟ صمیم تو اگر حرفی برای گفتن داری بگو. من بیرق تمام بوتی. نمیتونم بیرق. چرا؟ جانم است. گریش که ما فعلا درباره وطن میاندیشیم. خصوصی بارسلونا و ریال مادرید. و لیگ برتر شروع شد ما برای لیگ برتر میاندیشیم. لیگ برتر بهتر. ما از خود فوتبال داریم. دیدی که از این طرف از خود چیز جور نشد دیگه نیاندیشی. تشکر. خواهش می‌کنم فقط امشب ساعت 11 شب با مونیخ فقط با لورکوزن به گونه زنده و قانونی از استودیو بله من نشد. آه هم در اینترنت و هم در ساتلایت و هم در کارش حق داریم. تشکر قیصر. سلامت باشید. افغانستان سرزمین من و توست، دیار و وطن و آشیانه هر افغان. ما نمیگذاریم آشیانه من ویران شود.
این خاک همیشه مهد دلیران خواهد ماند. همه دست به دست می دهیم و سرزمین خود را می سازیم. ما یک ملت هستیم با یک صدا. زنده باد میهنمان، زنده باد افغانستان. افغانستان. تشکر. و دوستایی که از خارج افغانستان بعضی پیام‌های بسیار بسیار زیبای خود روان میکنن همیشه و لطف میکنن و کسایی که دوستایشان در اینجا هستند ما را با خبر میسازن و خبر خیریتی خود میتن. ببین که از با بشنویم چی گفتن. نان عزیز سلام علیکم، علی هستم از شهر سان فرانسیسکو کالیفرنیا. سلام احترام خدا به پدر جانم، برادرم، اعضای فامیلم در افغانستان تقدیم میکنم. سلامون علیکم دقیق گفتگو فرونه تا ممتاز ونیوالیم در جرمنی سخه یو خاص سلام زما گران مرجان تا. سلام مردم افغانستان، وسیم هستم از شهر فرانکفورت. یک سلام بر برنامه خواب گفتگو و تمام کارکنان زنده باشین. زه یما درانی به هامبورگ جرمنی دا. زه منیر خان زمون دی طرف بطول افغانستان تا سلام. سلام سلام دوستان عزیز، من وحید هستم از کشور نروژ شهر اسلو. سلام و خواست دارم به تمام تیم. علیکم سلام، زنده باشین. گفتگو و از طریق برنامه خوب و دیدنیتان سلامای خدا با تک تک اعضای فامیلم و دوستای خود تقدیم میکنم. سلام، من صمد فیضی هستم از شهر المور اونتاریو کانادا. خدمت تمام کارکنان قابل گفتگو احترامات خودم تقدیم میکنم و دوستای خود دوستای کوچک خود به معرفی میگیرم. وارث جان، رفی جان و تنقید، انشالله کلتون خوش باشین. سلام طلو، خودم به برنامه قابل گفتگو کارمندای محترم، میلای محترم لمر هستم. خواستم که یک احترامات تقدیم کنم به دوستا و فامیلا که بسیار زیاد پیش شانده شده. سلام خاص تقدیم میکنم به تمام کسایی که ما را از طریق تلویزیون میبینن، چه در داخل کشور و در بیرون از کشور زندگی میکنن. نام خدا، بسیار تشکر از همگی و ما در خدمت شما هستیم. خواب گفتگو از طلوع دار تیوی همیشه هست و شما میتونید ویدیوهاتان بفرستین و لبخندهایی که هموطنان عزیز ما هدیه کردن برای شما را میبینیم. لبخندها بسیار زیبا است و هر کدامش پیام خاص خود دارد و آرزو داریم که مردم ما همیشه با این لبخندها چهرهشان مزین باشه و همیشه بخندن. و این دوست ما به خاطر استقلال افغانستان خدا رنگارنگ کرده بود. بسیار تشکر از همگی. یکی از دوستا برای ما پیام مونده بود در فیسبوک، زیاد تشکری کرده بود از تمام تیم ما به خاطر پیوستن مردم خارج در بخش وطندار. دقیقاً. و دوستا بخش لبخند ادامه خواهد داشت، هفته آینده ببینیم که دیگه چهره ها را. بسیار تشکر از اینکه ما را همراه بودین و فردا جشن بسیار خوب و با شکوهی را داشته باشین. کل هموطنان ما، کل افغانان ما در هر گوشه و کنار افغانستان که هستین و در خارج افغانستان موفق و معید و کامگار و سربلند باشین. و ما پیش از پیش تحلیل کردیم دیگه، بسیار مزه‌دار بودی برنامه مترس. بله. بازم میتونین پیامایتان را به هفته آینده بفرستین، احساساتتان را میتونین بیان کنین و ویدیوهایتان را ما میگیریم و نشر میکنیم. سربلندی ما در اتحاد ماست. تل دیو افغانستان، یشستان افغانستان، زنده باد افغانستان. خدا نگهدار. برای برنامه قبلی اینجا را کلیک کنید، برای برنامه بعدی اینجا را کلیک کنید، برای پیوستن با چینل یوتیوب تلو اینجا را کلیک کنید. اگر از برنامه ما خوشتان آمد میتونید که نظرتان را در کامنت بنویسید.